نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 8 ماه قوس سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 29 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. حمله گروهی بر یک نهاد خارجی در منطقه کارتسی شهر کابل. پیشرفت در مشخص شدن شمار از اعضای کابینه. تشکیل کابینه در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبی به میان آمده داده، خصوصا در یکی دو روز گذشته. خشم مجلس نمایندگان از کمکاری ها در نهادهای حکومتی. و متهم شدن پاکستان به پشتیبانی از گروه های عراس افغان. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. از امروز چند حمله کننده با پرتاب نارنجک بر نگهبانان نهاد خارجی در منطقه کارتیسی شهر کابل داخل این ساختمان شدند. شاهدان میگویند که پس از دو انفجار حمله کنندگان بر نگهبانان این نهاد که مربوط آفریقای جنوبی است تیراندازی کردند و داخل ساختمان نهاد شدند. در حال حاضر نیروهای امنیتی ساختمان این دفتر را محاصره کردند و طالبان با پخش خبرنامه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. ادامه کار علاقه جاسوسان بیرونی در حکومت افغانستان را به کام مرگ فرو خواهد برد. شمار از آگاهان میگویند که انتظارها از حکومت تازه این هستند که دست جاسوسان بیرونی را باید از قدرت بگیرد. در این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که جاسوسان بیرونی حتی در مقامهای بلند حکومت قرار دارند و باید دستهای آنان از ادامه کار کوتاه شوند. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس در نمایندگان پکتیکا در مجلس جاسوسان بیرونی را عاملان حمله انتحاری در این ولایت گفتند. در این باره شریف امیری گزارش دارد. بخشای از کشور این روزها شاید بیشتر از هر زمان دیگر آماج حمله های حراس افغانان قرار می گیرند. اما چرا این رویدادها کمتر جدی گرفته می شوند و چگونه حراس افغانان خودشان را به هدف ها می رسانند؟ بعضی افراد اشخاص خود پروخته با این را میده، را نتایی کجا میده؟ ایده رای دارلمان از کجا میده؟ رای میدان هوایی در کجا میده؟ او آدم هم به جزای اعمالش میرفه. امروز هم باشه پیدا میشه، پردام باشه پیدا میشه. بشنوه کسایی که زمینه انفجار و انتحار را در ایجا مساعد میسن. بشنوه کسایی که در خانه های خود نگاه میکنه اینا را. بشنوه کسایی که وسایل و امکانات برایشان برابر میکنند. به حکم حدیث پیغمبر از اسلام خارج هستند. در بسیاری از این رویدادها غیر نظامیان قربانی میشوند. مانند این رویداد در پکتیکا که به کشته و زخمی شدن بیش از 180 غیر نظامی انجامید. تر تو پوری جواسیس ختم نشی بدی ملکی دا ملک ولا که یا استقرار پیدا کی ولا که یا ازادی پیدا کی او یا ولا که دی خیر ورز وینی. طول مصیبتونه لجاسوسان و نراجون. گفته های هم وجود دارند که برای به کرسی نشاندن حراس افغانان تلاش های از سوی برخی از حلقه های مشخص ادامه دارند. اونایی که باز در صدد توطئه بر ضد دولت هستند و میخواهند دولت سقوط بکن و همینطور جنایتکارا را جانشین حکومت و دولت بسازند، ملت ما، مردم ما، همه ما هیچ وقت اجازه این کار بر اونا نخواهد داریم. اما چرا دست های پنهان که راه را برای حراس افغانان هموار می کنند شناسایی نمی شوند و یا کم از کم نام از آنان گرفته نمی شوند؟ شناسایی صورت بگیره که آن در افرادی که با دشمن همکاری می کنند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند و جز اعمالشان برسند. دولت افغانستان اغماز می کنه و یک نوع گذشت می کنه و امکان داره که در رده های بالایی که ایگپار پرسان بکنن اونا هم با استخبارات خارجی ارتباط داشته باشند و نخواهند که رفیقا و اندیوالای خود افشا بکنند. ادامه زندگی در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت این روزها با دشواری هایی روبرو شده است. کمتر روزی است که مردم قربانی انفجار و یا خشونتی نشوند. اما پرسش اصلی اینجاست که مردم این وضعیت را تا چه زمان تحمل کنند. همین حالا همکارم طارق مجیدی از محل رویداد، یعنی محلی که عصر امروز آماج حمله قرار گرفته بود، با ما به تماس است. آقای مجیدی،
آقای مجیدی، تازه ترین گزارش ها چی است از این رویداد؟ بله شجاع، ما از لحظه که به اینها رسیدیم در اینجا تنها صدای دو پرتاب دو نارنجک که نیده شده بود، چیزی که از توی نزدیکان ایفانا، اما نزدیک و دو ساعت سکوت محض بود و هیچ گونه سر و صدایی نبود. نیروهای امنیتی بیشتر به ساحه رسیدن، نیروهای واکنش سریع به ساحه رسیدن و دور این ساختمان که اتحاد مددرسان آفریقای جنوبی سر محاصره کردن. اما لحظات پیش ما دیدیم که صدای انفجار بسیار شدید که میداشت و به تعقیبش دوباره صدای انفجار دیگه بود و گلوله‌خواری میان مخالفان و نیروهای امنیتی آغاز شد که بسیار سر و صدای بگیر ایجاد کرد و همگی را آشفته و وحشت‌زده ساخت. آقای مجید، آیا آمار دقیق از حمله کنندگان مشخص شدن؟ نیروهای امنیتی چیزی گفتن؟ باید چند تن از کارمندان از این نهاد داخل ساختمان بودن؟ مسئولان این نهاد امنیتی که در اینجا قرار دارند و رسانه های صحبت نکردند. جنرال ظاهر ظاهر ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله هم در این ساحه وجود دارد، ولی نخواستن که با رسانه ها صحبت بکنند. ولی این صدای انفجاری که شنیده شد و او آشفتگی که ایجاد کرد، این گمان هست میتونه این بیشتر بتازه که بله به این رویداد زخمی یا تلفاتی دارد، به خاطر که ابو کسانی که به اینجا تکنیستیکی ساحه هستن اینها بگن که ما صدای پرتاب دو نارنجک در آغاز شنیدیم که شاید محافظان نهاد زخمی ساخته باشند و گمان این بلند میشد که شاید این مهاجمان دست و گروگانگیری سره باشند و کارمندان این نهاد مددرسان آفریقای جنوبی را آقای مجیدی، آیا نیروهای امنیتی افزایش عملات در این روزهای اخیر چی میدانند؟ ناتوانی نهادهای امنیتی و استخباراتی میدانند و یا نیرومند شدن مخالفان مصالح دولت میدانند؟ نه، بیشتر این حملات و نشدن پیمان امنیتی کابل واشنگتن و کابل ناتو پیمان داده میشن و میگه که مخالفان از این وضعیت بسیار آشفته هستند که چرا افغانستان یک متحد استراتژیک تانسته که برای 10 سال دیگه به خود داشته باشه. این میشه که بیشتر از طرف نهادهای امنیتی این موضوعات گفته میشه. لحظات پیش هم صدای یک انفجار دیگه هم شنیده شد، نمیدانم که این انفجار بازم در مساحه است، به خاطر که نیروهای امنیتی به ما اجازه ندادن که ما چراغ در نزدیکی ساحه روشن کنیم، کمی فاصله گرفتیم از این ساحه، ولی امی چند لحظه پیش هم یک انفجار صدای شنیده شد. آقای مجیدی، آیا نیروهای امنیتی یا مقامات امنیتی از گروگانگیری در این رویداد چیزی گفتن تاله؟ نه خیر چیزی نگفتن. ما به شما گفتم که مسئولان امنیتی اصلا نخواستن که صحبت کنن، حتی بر رسانه اجازه دادن نشد که اینها چراغ هایی که بالای کمره هایشان است روشن کنن. چرا گفتن که عملیات میشه که بسیار خطر آفرین باشه برای افرادی که در این ساحه وجود داره، به می دلیل که ما توفیرن کسی با ما صحبت نکرده، ولی ما کوشش داریم که صحبت هایشان داشته باشیم در این باره. مگم نیروهای امنیتی ساعت پیش گفتن بر رسانه که ما ساختمان یا امی دفتر خارجی ها را در محاصره خود داریم، چی فکر میکنید که آیا گروگانگیری صورت نگرفته باشه به خاطر که اینا تال پیشرفت نداشتن؟ تقریبا 2 ساعت میشه. لحظات پیش ما با پیش از این انفجار که صورت گرفت، ما با یک خانم خارجی که در این ساحه حضور داشت و کمک آشفته بود صحبت کردم، گفتم که چرا شما در اینجا قرار دارین؟ گفتن که ما در این نهاد و در این نزدیکی این نهاد خانه ایم است و ما با فامیل در اینجا زندگی میکنم. اینها بسیار نگران بودن و پرسیدم که ازشان آیا در این نهاد چقدر افراد کار میکردن یا مصروف فعالیت ها بودن. گفتن که در اینجا ما عمیق آگاهی دارم که این نهاد در بخش آموزش و فعالیت های مددرسانی کار میکرد و کارمند داشت و افرادی که در اینجا قرار داشت تا قبل از ساعت 5 و یا پیشتر از اون نمیبرایند. این حمله و این زمانی که نارنجک پرتاب شده، یعنی میتونم بگیم که از ساعتهای 4 بوده یا پیش از 4 بوده. پس بران گفته میتونیم که شاید این افراد مهاجم کسانی را در گروگانشان گرفته باشند، در گرو گرفته باشند، ولی هنوزم صدای بگونه پراکنده، صدای فایر شنیده میشه در ساعت، دیده میشه که هنوزم عملیاتشان جریان داره که اگر افرادی در اینجا تحت محاصره قرار داشته باشند اینها را نجات بدن. جهان سپاس شما. ادامه خبرها.
رئیس جای حکومت وحدت ملی میگوید که درباره مشخص شدن اعضای کابینه پیشرفت‌های زیاده صورت گرفته است و نتایج آن بسیار به زودی اعلام خواهد شد. عبدالله عبدالله میگوید که این همه پیشرفت‌های چشمگیر تنها در دو روز اخیر صورت گرفتند. در این حال رئیس مجلس نمایندگان یک بار دیگر هشدار میدهد که ادامه کار سرپرستان غیر قانونی است. در این باره هم شریف امینی گزارش دارد. انتظار می رود که چهره های کابینه حکومت وحدت ملی در روزهای انگشت شمار اعلام شود. ظاهرا رئیس جمهور و رئیس اجراییه درباره مشخص شدن کرسی ها به توافقات دست یافتند و این همه پیشرفت ها تنها در دو روز اخیر صورت گرفته است. تشکیل کابینه در مورد مشخص شدن پست ها پیشرفت بسیار خوبی به میان آمده داده، خصوصا در یکی دو روز گذشته. جزئیاتش البته وقتی که مسائل توافقی کامل میشه بازو اعلان میشه به اطلاع عموم مردم. گفته میشود که با اعلام کابینه تازه نهادهای دولتی گواه اصلاحات جدی خواهند شد. اصلاحات میه سرتاسری در تمام عرصه ها، در عرصه نظام امنیتی کشور، در عرصه اداری، در عرصه اجراعات قضایی و اینها یک راه دور دراز است که در پیش رو داریم که انشاءالله به یاری خداوند و به حمایت مردم ای اصلاحات به میان بیه. اما اینجا در مجلس نمایندگان هم تأخیر در اعلام کابینه حکومت وحدت ملی گفتگوهای جدی اعضای مجلس را می سازند. امروز سرپرستی هم تمام، ما در کمال بلا تکلیفی حکومت ما قرار داره. یک راه مانده که ما و شما همگی ما جمع شویم بریم در کابینه هر دویش دروازه هر دویش دقلبا بکنیم که شما چی میکنین با این ملت. اعضایی را که برای وزارتخانه ها کاندید میکنن از امی اکنون باید مزاحم وکیلا نشن، جلسات خصوصی نگیرن و از اردم قام میخواهیم که وکیلا را دیگه نخواهن، تدمیع هم نکنن، وعدهای غلط هم ندن. این دومین بار است که مجلس نمایندگان از تأخیر در اعلام کابینه هشدار داده است. بسیاری ها به این باور هستند که اگر کابینه تا پیش از نشست لندن اعلام نشود، به دست آوردن هدف ها برای افغانستان دشوار خواهد بود. مجلس نمایندگان نهادهای حکومتی را که در مصرف بودجه سال مالی 1392 تخطی قانونی و حسابی داشت، آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. این مجلس در نشست امروز با رد قطعی سال مالی 1392 فیصله کرد که 6 وزارت و 4 نهاد دیگر را به علت تخطی قانونی در مصرف بودجه و 9 وزارت و 4 نهاد دیگر را به علت تخطی حسابی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. این مجلس همچنان فیصله کرد که مسئولان نهادهایی را که در مصرف بودجهشان کمکاری و سهل‌انگاری کرده‌اند دیگر نمی‌توانند در نهادهای دولتی کار کنند. ادامه خبر هاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. وزیر داخلی هند نهادهای دولتی پاکستان را به حمایت از گروه عراس افغان متهم میکند و میگوید که نهادهای دولتی پاکستان با پشتیبانی از گروه عراس افغان میخواهد تا هند را بی ثبات سازد. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی با طلوع نیوز این گفته های وزیر داخلی هند را بی بنیاد میداند. هند یک بار دیگر از پشتیبانی پاکستان از گروه های هراس افغان پرده بر می دارد. وزیر داخلی هند که بروز شنبه با فرماندهان نیروهای امنیتی و استخباراتی این کشور در ایالت آسام دیدار کرد، نهادهای دولتی پاکستان را به تلاش برای بی ثبات ساختن هند متهم می کند. راجنات سنگ می گوید که نهادهای دولتی پاکستان به شمول ISI یا سازمان استخبارات نظامی این کشور گروه های هراس افغان را پشتیبانی می کنند. پاکستان در بی‌ثبات ساختن هند دخیل است. من می‌خواهم از پاکستان بپرسم که آیا ISI هم یک بازیگر غیر دولتی است؟ در همین حال تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی با طلوع نیوز این گفته های وزیر داخلی هند را نادرست می‌گوید. این اتهام ها بی بنیاد و نادرست هستند. نهادهای دولتی پاکستان در رویدادهای عراس افغانانه در هند دست ندارند.
پیش از این پاکستان پذیرفته است که نهادهای غیر دولتی در این کشور در حمله های هراس افکنانه در برابر هند دست دارند، اما اکنون پرسش هند از پاکستان این است که آیا آیسا یک نهاد دولتی است یا غیر دولتی؟ با این همه بیش از 10 گروه شورشی از سال 1989 میلادی در کشمیر زیر اداره هند می جنگند و در تلاش به دست آوردن آزادی از هند و یا مدغم شدن این منطقه با پاکستان هستند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. پاکستان با امضا نکردن تفاهم‌نامه ترانزیت کالاها و توسعه جاده‌ها میان کشورهای سارک به گونه مانع گسترش روابط بازرگانی میان هند و افغانستان شده است. پاکستان در روز اخیر نشست سارک این دو تفاهم‌نامه را امضا نکرد. شمار از کارشناسان پاکستان را متهم می‌سازند که حکومت این کشور برخلاف تعهداتش در سازمان همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای جنوب آسیا با اعضای این سازمان عمل می‌کند. کارشناسان موقف افغانستان را در این سازمان بسیار ضعیف می‌دانند و می‌گویند که حکومت پاکستان همواره در تعهداتش برای گسترش رابطه بازرگانی و ترانزیتی با کشورهای همسایه صادق نبوده است. زبیح الله جهان مل گزارش می‌دهد. نشست امسال سازمان همکاری های اقتصادی و منطقه جنوب آسیا یا سارک با دستاورد ناچیز. در این نشست برخلاف توقع پاکستان دو تفاهم نامه گسترش حمل و نقل کالاها را از راه زمین که نیاز اساسی 8 کشور عضو سازمان سارک است امضا نکرد. اما یک تفاهم نامه گسترش انرژی میان این کشورها که به سود خودش بود توافق کرد. شمار از آگاهان اقتصاد افغانستان و پاکستان این عمل حکومت پاکستان را موقف گیری سیاسی در برابر هند و افغانستان می دانند. اگر اینا مسئله ترانزیت امضا میکردن باز مسئله افغانستان مطرح است. اگر ویزه امضا کنه باز مسئله افغانستان مطرح میشه و در حقیقت فایده هند میشه. از این روز پاکستانی ها میفهمه که کشورهایی در سارک که وجود داره در حقیقت هند میوری است. پاکستان تا ذکر در سینونه نکره چه اگر اخپل حیثیت و اخپل طاقت و خواهی اندیا تا چه داغی بغیر سعودیش که نہ امن رات لیشی او نہ اغی بغیر سعودی شکیس سم کار اگر سو کول غاڑی اغی کی دیش. در امینال شمار از گاهان اقتصاد موقف شمار از کشورهای عضو این سازمان به ویژه افغانستان را در سازمان سارک بسیار ضعیف می داند. پاکستان یک حلقه سرخ در تاپیک میالم است. یک حلقه سرخ بین افغانستان و هندوستان، یک حلقه سرخ بین جنوب آسیا و سارک است. از این لحاظ من فکر میکنم که این خود سرطانی همیشه حرفای خود در اینجا زده و حتی در ایکو هم مارین آرام نیمانند. مربوط بشه به که چگونه ما بتانیم رابط خود با این سازمان دیگه هم محکم تر بسازیم و کشورهای دیگر در سازمان هم وادار به این کنیم که اونا حمایت کنه افغانستان و استفاده افغانستان از منابعی که در این سازمان وجود داره. در این حال مسئولان وزارت تجارت و صنایع هرچند موقف گیری سیاسی هند و پاکستان را در نشست سارک میپذیرند، اما میگویند که پاکستان باید تفاهم نامه های ترانزیتی و توسعه جاده ها را در نشست بعدی امضا کند. باید دغه پاکستان مجبور مکلف شي چې دغه تړونونه چې وسی امضا نکړي باید ومني او د آینده د منطقې لپاره دا لازمه ده. که چیرته همدغه سي دوام وکړي شاید د سارک هغه موجودیت بیا هم د سوال لاندې راشي. شمار از گاهان اقتصاد میگویند که پاکستان برای جلوگیری از حل مشکلات اقتصادی و منطقه‌ای میان کشورهای عضو سازمان سارک رقابت‌های سیاسی را در نشست‌های این سازمان به کار می‌گیرد. آنان میگویند که عضو شدن در سازمان‌های منطقه‌ای کار دشوار نیست، اما بازی کردن در این سازمان‌ها با اعضای دیگر بسیار مهم است. و پاکستان یگانه کشوری است که همواره تلاش می‌کند که در این سازمان‌ها بازی را به سود خودش بچرخاند. امین حالا ظاهر فرمانده پلیس کابل در تماس تلفنی با ما است. آقای ظاهر سلام. با عرض سلام به شما و به همه دوستایی که سلام ما را صدای ما را میشنوند. خلاص به عرض رسانم که حدودا ساعت بسیار عصر از دو الى سه نفر با لباس نظامی بودند در سایه کارکنشتی در داخل بودند و
و دیگه اونا را نابود می‌سازند و همچنین همشهری‌های عزیزی ما کاملا مطمئن باشند فقط اونا سار دیگه کردن نمی‌کنند و تو عملات ناجوان مردانه در بعض نقاط کابل وضعیت می‌تونن خراب کنند اونا مشکل نیست و آقای زهیر جان سپاس. آقای زهیر صدای منو دارین؟ بشنام ببخشید که یک ذره صدای فایر بشنام. آقای زهیر در کمتر از 20 روز اخیر 11 امر انتحاری به خصوص در پایتخت است و یکی از نماینده پارلمان در پارلمان با صدای بسیار بلند میگه زمانی که ما از خانه میبریم پس برگشت ما به خانه امیدواریم ما نداریم و زنده بودن ما یک تصادف است. شما چقدر تاثیرگذار میدونین گپای نماینده پارلمان روی روحی مردم؟ اولا عرض کنم نیروهای ما و شما نیروهای افغانستان به صورت کل در تمام جبهات دشمن را شکست داده، در مارجع، در موساقلا، در تنگین، در موسعی، در سروبی، در جنگ روی روی و جرات ندارد که دیما جنگ کنند. اگر مرد هستند جنگ در میدان فقط در جنگ های دوستانه اونا میتونن عمل کنن و ما به اون مایزی با طرف پارلمان بگویم که تو در جنگ هستی، کشور ما فعلا در حالت جنگ است. با مزرد استخباراتی دشمن که دیما در حالت جنگ هستی. آقای زهیر با مزرد ما صحبتاتون را قطع میکنم. چگونه میشه چگونه میشه که جلوی زمی عملات بگیریم به خصوص در شهر کابل؟ خب تدابیر بسیار شدید امنیتی وجود داره. نیروهای کشفی ما روزانه 2-3 قضیه را میگیرن. اگه اینا نگیرن امنیت ما با آنها مگر هر روز یکی دو یا سه امری انتحاری صورت میگیره پایتخت؟ خب شما میدانید بیشتر گفتم که در حالت جنگ هستیم ما. طبیعتا بعد از مائده دشمن عملات خود بسیار شدید ساخته در سراسر افغانستان، نه تنها در کابل. اونا این مائده امنیتی که شده نمیخواهم که ارتش ما قوی شوه، پلیس ما قوی شوه. طبیعتا یک کشور بیگانه در پشت از دیگر قرار داره، یک سازمان استخباراتی قوی قرار داره، مصرف بسیار زیاد میکنند. شما ببینید که خارجی رو یک کجا پیدا میکنه؟ این خانه رو که در بین خانه هست. پس بخشای استخباراتی از اینا کار میکنند. آقای زهیر پیامتان برای مردم چی است؟ پیام باید که مردم ما از اردوی خود، از پلیس خود دیگر راه نداریم. ما جز جنگ با دشمن از ما حمایت کنند، از مردم خود، از وطن خود دفاع کنند. فعلا ما در حالت جنگ هستیم. اون نماینده محترم که میگه که ما امید ندارم که پس چاو زنده برم، تو خبر داری یا نداری؟ تو خود حالت جنگ هستی، کشور تو حالت جنگ است. این همین لحظه کماندان واکنش ما زخمی شده در اینجا. به خاطر چی؟ به خاطر دفاع از مردم افغانستان ما مصروف هستیم. حتی جان خود به خاطر مردم خود فدا میکنیم. ما روی ماهی قدر قویس نیروهای ما کار کدام ماظر هستیم به خاطر تار موی یک نفر ملت افغان جان خود بتیم. پس به اون خاطر شما مردم ما باید رویه داشته باشه، جنگ از نیروهای امنیتی که دولت جنگ است حمایت کنه. دشمن از دولت جنگ است. من شما میشنوید دیگه. آقای زهیر جان سپاس از شما، لطف کردین. تشکر. همین حال همکارم طارق مجیدی از محل رویداد، درست جایی که عصر امروز چند مهاجم بالای یک نهاد مددرسان حمله کردند در منطقه کارتیسی شهر کابل. آقای مجیدی صدای مرا دارین؟ بله من صدای شما را دارم. سلام آقای مجیدی، میشه تازه ترین ها را بگوین چی گپ هست؟ تنها حملات بالای خانه و به خاطر محاصره اگر مهاجمین در اینجا قرار داشته باشند حملات افزایش پیدا کرده و نیروهای امنیتی یکسره و داخل این خانه در حال تیراندازی هستند و سلاحایی که بالای موترهای آنوی قرار دارد از این سلاح بیشتر استفاده میکنه که صدای بسیار زیادی داره و هر چند لحظات دیده میشه که در نزدیکی ساحه در اون منطقه روشنی حتی ایجاد میکنه ای فایر و پرتاب تیراندازی که بالای خانه صورت میگیره. فعلا هم اینها دست از کار بر نداشتن و گمان میکنن که هنوز هم در داخل این خانه مهاجمان خودشان رو پنهان کردن و هر چندگاهی بالای نیروهای امنیتی تیراندازی میکنن. امی در حال حاضر هم امی تیراندازی ادامه داره بین مهاجمان و نیروهای امنیتی؟ بله
بله بله، فقط به گونه وقفه‌ای هر چند لحظه بعد شما میتونید ببینید در چند متری این ساحه تیراندازی بالای خانه ادامه داره و نیروی امنیتی بیشتری این ساحه را محاصره کرده. مناطقی که به سمت شمال، جنوب و شرق خانه هستند همش کوچه ها بسته است. تدابیر امنیتی شدید گرفته شده که مبادا حمله انتحاری همانند از این دوباره بالای یک منطقه دیگه صورت بگیره یا که دوباره این نیروها غافلگیر شوند و بالایشان تیراندازی صورت بگیره. جهان سپاس آقای مجیدی، با منتظر جزئیات بیشتر از شما هستیم. دیباره این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.